محمود میرلوهی رئیس کمیته اقتصادی و تنظیم مقررات شورای شهر تهران به تازگی سندی را از بدهی‌های شهرداری در دوران محمد باقر قالیباف منتشر کرده. بر اساس این سند که به امضای پیروز حناچی شهردار کنونی تهران رسیده، بدهی آقای قالیباف برای این شهر نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان است. آقای میرلوهی میگوید گزارش بدهی‌های شهرداری تهران برای رهبر، رئیس جمهور و رئیس مجلس ایران هم ارسال شده. مریم افشان گزارش می‌دهد. ارسال گزارش بدهی میلیاردی شهرداری قالیباف به رهبر ایران تیتر امروز روزنامه آرمان ملی و بدهی میلیاردی قالیباف روی میز روحانی تیتر دیروز روزنامه شرق. صحبت‌ها درباره بدهی‌های دوران شهرداری محمد باقر قالیباف و فساد و تخلفات مالی او حرف امروز و دیروز نیست. به تازگی محمود میرلوهی از اعضای شورای شهر تهران یک صفحه از سند بدهی‌های شهردار پیشین تهران را که پیروز حناچی شهردار فعلی به رهبر ایران، رئیس جمهور و رئیس مجلس ارائه کرده منتشر کرد. بر اساس این سند جمع کل بدهی‌های شهرداری در دوران آقای قالیباف نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان است. تعهدات ثبت شده در این سند نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان و سایر دیون ثبت نشده در حدود 29 هزار میلیارد تومان است. یعنی تعهدات ثبت نشده چیزی نزدیک به نیمی از کل بدهی شهردار سابق تهران است. ساعتی پیش محمد باقر قالیباف در صفحه اینستاگرامش به انتشار این سند پاسخ داد. میتونن در 40 سال گذشته من هر چی حساب داشتم برن چک کنن. میگن آقای قالیباف دروغ گفته. ما این اموال از تو کشف کردیم. در چند سال گذشته حرف و حدیث ها درباره بدهی ها در زمان شهرداری آقای قالیباف زیاد بوده. محمد باقر قالیباف تنها 16 هزار میلیارد تومان بدهی را میپذیرد، اما ارقام ارائه شده توسط شهرداران سابق متفاوت است. محمد علی نجفی این رقم را 52 هزار و 500 میلیارد تومان اعلام کرده بود، محمد علی افشانی 56 هزار و 500 میلیارد تومان و حالا پیروز حناچی از رقمی نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان بدهی سخن میگوید. بودجه کل شهرداری تهران در سال 1398 18 هزار میلیارد تومان است. پیشتر اما آقای قالیباف این میزان بدهی را تکذیب کرده بود. دروغ بزرگ. چه تکذیب می‌کنی؟ بله، حتما تکذیبش می‌کنم. این دروغ بزرگه. وقتی افراد کار نکنن و بخوان نگاه کنید کسی وقتی کار نکنه، من دیگه اینجا حرفم به این موضوع شهرداری نیست، هر کسی، من، هر کی وقتی کار نکنه بخواد در قدرت بمونه باید بره دروغ بگه، ذلت بپذیره، زد و بند کنه، این طوریه دیگه. متاسفانه ایشون مجدداً همون ادعاهای قبلی خودش رو تکرار کرده و منکر بدهی ها و تهمت هم به مدیریت شهری و اعضای محترم شورا و آقای نجفی، آقای افشانی، آقای حناچی که هر کدام این مطلب رو حالا با همه محضورهایی که دارن و نمیخوان خیلی تبلیغ بشه این عدد به جهت محدودیت‌هایی که برای فعالیت‌ها و هر شبت که جلب سرمایه‌گذاران ایجاد میکنه، ولی متاسفانه ایشون باز هم همون حرف رو البته با یه ادبیات سخیفی. محمود میرلوهی چندی پیش با شکایت مستقیم محمد باقر قالیباف به 6 ماه حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده بود. گفته می شود دلیل شکایت مصاحبه های او درباره فساد گسترده و واگذاری املاک نجومی در دوره شهرداری آقای قالیباف است. یاشار سلطانی، روزنامه نگاری که درباره تخلفات شهرداری مدارکی منتشر کرده بود، هم چندی پیش به 5 سال زندان محکوم شد. مقام های زیادی هم در چند سال گذشته درباره املاک نجومی و فساد در شهرداری تهران در زمان آقای قالیباف صحبت کردند. از جمله دادستان کل ایران که تخلف قطعی در واگذاری املاک در شهرداری را تایید کرده بود. من یه وقتی گفتم گفت اگه من بیام تو دولت، اما علارغم تمام این حرف‌ها و حدیث‌ها تا امروز هنوز محمد باقر قالیباف به هیچ دادگاهی برای پاسخگویی احضار نشده. مریم افشنگ، بی بی سی.